سلام استوتیف، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. امروز استارفیلد عرضه شد بالاخره و روی گیم پس هست، میتونید همتون بازیش کنید. برای همین امروز یه ویدیو آموزشی میخوام براتون بذارم در مورد اینکه اول بازی کدوم اسکیل ها رو بریم آنلاک کنیم که بیشتر به دردمون میخورن و اسکیل های بهتری هستن و بهتر اول بریم سراغ اونا، چون خیلی کمک میکنن که گیم پلی ترتمیزتر و راحتتری داشته باشیم و کمتر تو گیم اذیت بشیم. قراره که امروز اینا رو بهتون توضیح بدم. حتما ویدیو رو لایک کنید، برام یه کامنت بذارید اگر مورد خاصی هست که دوست دارید در موردش براتون آموزش بذارم و بریم سراغ دونه دونه تب های اسکیل ها، یعنی فیزیک، سوشال، کامبت، ساینس و تک. دونه دونه بگم توی هر دسته بندی کدوم اسکیل ها بهتره و اونا رو انتخاب کنید. قبلش هم یه توضیح خلاصه از اسکیل تری و مدل کار کردنش بهتون بدم. خب بچه‌ها، همونطور که تا الان همتون هم متوجه شدید، وقتی کاراکترمون رو می‌سازیم می‌تونیم براش یه بک‌گراند انتخاب کنیم که سه تا اسکیل همون اول کاری برامون آنلاک می‌کنه. الان نسبت به بک‌گراندی که انتخاب می‌کنیم، سه تا اسکیل برامون آنلاک میشه. اسکیل لول 1 هستن البته. وقتی وارد گیم میشیم، خب اسکیل تری داریم، می‌تونیم اسکیل‌های بیشتری آنلاک کنیم با اسکیل پوینت‌هایی که می‌گیریم. اسکیل پوینت‌ها هم با لول اپ کردن کاراکترمون هر لولی که بریم بالا یه دونه اسکیل پوینت بهمون میده. نکته مهم اینه که هر اسکیلی 4 تا رنگ داره و هر چی رنگش میره بالاتر تأثیرش بیشتر میشه، قدرت بیشتری داره و کلن خیلی بهتر میشه برامون، که اینجا میبینید هر رنگ این ارتقا پیدا میکنه و خفنتر میشه و برای هر رنگ بالا بردن هم باید یه اسکیل پوینت دیگه بدیم. و البته وقتی که شما اسکیل آنلاک میکنید لول 1، برای بردن به لول 2 یه سری چالش داره که باید انجام بدید. چالش ها رو که انجام دادید، بعد میتونید اسکیل پوینت رو بدید بره بعدی و همینطور تا آخر همه حالا اسکیلاتون رو میتونید اینطوری رنک آپ کنید. خب اول بریم سراغ تب فیزیکال و اسکیل هایی که مربوط به اینجاست، ببینیم چه اسکیل های خوبی داره که بهتر اول کاری بریم سراغش. یکی از مهمترین و بهترین اسکیل هایی که من اول کاری آنلاک کردم و همینطور هم دارم رنک آپش میکنم، اسکیل ویت لیفتینگه که خیلی به دردتون میخوره. اول کاری آقا بکپکمون سایزش کوچیکه، هر چی لوت میکنیم سریع پر میشه و خب اگه بکپکتون بیش از حد پر بشه، موقع راه رفتن معمولی هم اکسیژنتون کم میشه و کلا اذیتتون میکنه. پس تنها راهی که دارید اینه که این اسکیل رو باز کنید و رنگ کاپش کنید. توی لول 1ش رنگ 1ش کلا 10 تا فضا براتون آزاد میکنه، رنگ 2 25 تا و رنگ 3 50 تا. و خب رنگ کاپ کردنش هم راحت، یعنی چالش سختی نیست. چالش هم اینه که 75% از بکپکتون رو پر کنید و بدوید، یعنی حالا هر جایی که میرید. من رنگ 3 هم ببینید کلا یه 100 متر دیگه بودم، رنگ 3 هم میتونم یه اسکیل پوینت بدم، آنلاکش کنم و رنگ آخرش 100 تا فضا بهتون میده که خیلی خفنه. و پیشنهاد میکنم حتما اول کاری یکی از اسکیلای که آنلاک کنید همین باشه. یه سری از اسکیلای بازی وقتی آنلاکش میکنیم، یک قابلیت جدید تو بازی برامون آنلاک میشه، یکیش همین استیلسه. وقتی این اسکیل رو آنلاک کنید، بهتون این قابلیت رو میده که وقتی تو بازی نشستید، یعنی نشسته دارید راه میرید، یه نواری اون بالای صفحه میاد و نشون میده که آقا الان تو دید دشمن هستید یا نه، و اون نواره پر میشه، یعنی داره شما رو شناسایی میکنه و مثلا ممکن الان بهتون حمله کنه. برای وقتهای خوبه که میخوای از پشت سر بری به یکی اتک بدی، خیلی به درد میخوره. پیشنهاد میکنم حداقل یه دونه اسکیل بهش بدید و آنلاک کنید، این قدرت براتون بیاد. رنگ کاپ کردنش هم باعث میشه که شما دیرتر شناسایی بشید، یعنی تو لول 1ش 25% سخت‌تر شناسایی میشید، هر چی میره بالاتر سخت‌تر دشمنا میبیننتون و راحت نمیتونن شناساییتون کنن و بیان بزننتون. برای کسایی که کلا مخفی کاری میخوان بلا بدن، خیلی خوبه رنگ کاپش کنن. برای اول کار پیشنهاد میدم حداقل یه دونه اسکیل بهش بدید که اون قدرت رو استفاده کنید، تو مرحله‌ها خیلی به دردتون میخوره. یکی از اسکیلایی که ممکنه اوایل کار نتونید بازش کنید ولی وقتی که لولتون خیلی رفت بالا برید سراغش، حتما این اسکیل باشه، ریجوینیشن. حالا نمیدونم اسمشو درست میگم یا نه. این باعث میشه که وقتایی که تو فایت نیستید اچ پی تون کم کم خودش پر بشه و خیلی مفیده، چون یکی از مشکلاتی که ممکنه تو مرحله ها مخصوصا وقتی که فایت های سنگین دارید بهش بر بخورید اینه که مد کیت و کلا آیتم های هیلینگتون تموم میشه و همش باید دنبالش بگردید. این باعث میشه آقا وقتی تو فایت نیستی، حتی بری وسط فایت گوشه قایم شو از دید دشمن خارج شی، کم کم اچ پی پر بشه و خیلی بهتون کمک میکنه. بریم سراغ دستبندی سوشال و قطعا اولین اسکیلی که باید آنلاک کنید کامرسه، که به شدت خفنه. این اسکیل باعث میشه که شما بخواید چیزی بخرید 5% تو لول 1ش 5% ارزونتر بخریدش و اگر بخواید چیزی به کسی بفروشید 10% گرونتر. این خیلی بهتون کمک میکنه، مخصوصا که رنگ کاپش کنید همینطوری میشه 10%، 15% و 20% ارزونتر.
یه جاهایی خیلی به درتون میخوره، مخصوصا وقتی که بخواید وپن بخرید، لباس بخرید، آیتم های هیلینگ بخرید، و حتی یه جایی خیلی به نفعتون میشه وقتی بخواید کشتی فضایی آیتم های مربوط بهش رو بخرید. کشتی هایی هست 100,000 200,000 تا پولشه، 20% مثلا میشه 20,000 تا کردیت و خیلی پول زیادیه. برای فروختن آیتماتون هم که خب درصد بالاتری میفروشیدش وقتی میرید لوت میکنید، و من خودم اینو قطعا سریع به رنگ 4 میرسونمش. یکی دیگه از اسکیلای خیلی خوب توی دستبندی سوشال لیدرشیپه. لیدرشیپ باعث میشه کلا یه سری تأثیرات متفاوت هر رنگش روی کمپانیون و کلا آدمهایی که باهاتونه میذاره. رنگ یکش خب 25% این که به شما وفادارتر بشن، سری باهاتون اوکیشن رو بیشتر میکنه. رنگ 2 50 تا اچ پی شون رو میبره بالاتر، 50 تا فضای بک پک شون رو میبره بالا. خب اونا هم هر کدوم بک پک دارن، حالا تو بازی میتونی یه سری آیتماتون رو بید براتون نگه دارن و خب فضاش رو میبره بالا. تو رنگ 3 وقتی اچ پی تون کم باشه میان هیل میکنن شما رو و این خیلی خفنه، تو فایت ها خیلی به درتون میخوره. تو رنگ 4 هم کلا مباحث حالا مبارزات و فیزیک و ایناشون دو برابر میشه، کلا برای کسایی که آدم زیاد با خودشون میخوان ببرن تو فایت ها اینا خیلی به درشون میخوره. یکی دیگه از اسکیلای توی سوشال بعد آنلاک کوین قطعا تیو یا همون دزده، که با آنلاک کردنش بهتون یه قابلیت میده، همون بحث جیبوری براتون باز میکنه که میتونید به صورت نشسته برید از پشت سمت آدما بدون اینکه شناسایی بشید وسیله‌هاشون رو بدزدید. تو رنگ اول که خب اصلا قابلیت براتون آنلاک میشه، تو رنگ 2 و 3 درصد این که با موفقیت بتونید دزدی کنید و بیشتر میکنه، تو رنگ 4 50% موفقیتتون بیشتر، احتمال موفقیتتون بیشتر میشه و حتی میتونید تفنگاشون هم بدزدید، تفنگ مثلا سربازا اینا رو که خیلی خفنه. یعنی من خودم قطعا میخوام برم سراغ این، الان اسکیل پوینت نداره این اکانتم و باید اوکیش کنم. بریم سراغ دستبندی کامبت. این دستبندی بچه خیلی خیلی مهمه، چرا که باید طبق سبک بازیتون آنلاک کنید، چون کلا کامبت برمیگرده به استفاده مختلف از سلاح‌ها که آقا چه مدل سلاح‌های استفاده میکنید، برای همین باید طبق اون آنلاک کنید. من خودم پیشنهادی که اول بازی براتون دارم اینه، چون خودم هم این شکلی دوست دارم بازی کنم. اول برید سراغ شاتگان، شاتگان اول بازی خیلی بهتون کمک میکنه، تو فایت های نزدیک پدر انمی‌ها رو در میاره، مخصوصا اگر ایم بگیرید و بالا تنه‌شون تیر بزنید، یه تیره حتی خیلی ها رو میکشه نهایتش با دو تا تیر. یعنی شاتگان خوبی هم داره گیم که مثلا خشاباشون 7-8 تا تیر جا داره و خیلی راحت با یه خشاب 2-3 نفر آدمو راحت میکشید. من خودم شاتگان اول آنلاک کردم که رنگ آب کردنش هم اینطوری که دمیجش رو میبره بالاتر، سه تا رنگ اولش، و رنگ آخرش هم اینه که وقتی یکی رو میکشید احتمال اینکه نفر بعدی رو استان کنه خیلی بیشتره و خب استان کردنش هم یه تایمی بهتون میده که بزنید دهن طرف رو سرویس کنید. اسم اسکیلش هم شاتگان سرتیفیکیشنه، یعنی اینکه قوی میشید. اسکیل بعدی هم که بهتون پیشنهاد میدم بالستیک، همون بالستیکه که تفنگایی که تیراشون از این حالته و مدلش این شکلیه فشنگین و اینا، دمیجشون باز میره بالاتر، ستای اول دمیج میده و آخری رنج یا همون بردشون رو بیشتر میکنه، که یعنی مثلا طرف دورم باشه 30% بردش بیشتر میشه، میتونید بزنیدشون و اینم خلاصه از اون چیزای بدت بخوره. و بقیهشون هم میسپارم دست خودتون، چون مثلا دوئلینگ برای کلا گانای میله و پنای میله، شمشیر و چاقو این داستاناست، لیزر تفنگای لیزریه، پیستول هم که از اسمش معلومه، و همش میره به سمت سبک بازی خودتون. مثلا این مربوط به کلا نیدا و ایناست که مثلا اون محدوده‌ای که میترکر رو بیشتر میکنه، دمیج رو بیشتر میده، مثلا برای کسایی که نید زیاد استفاده میکنن خوبه. باز دوباره اومده سمت هیوی و پنا، و پنای سنگین که مثلا اگر با اونا بازی میدید بازی میکنید برداری. ای ام و پن هم دوباره یه مدل دیگه از و پناست که مثلا میگم دستبندیاش متفاوت شده همینطور که نگاه میکنید. اینا مثلا رایفلاس و باید طبق گانایی که پلی میدید بیاید آنلاک کنید، یعنی یه چیزیه که دو تا دستبندی اول قشنگ سمت گانا. دستبندی بعدی دستبندی ساینس. ساینس یه چند تا اسکیل خیلی خوب داره که حتما باید آنلاک کنید و یه سریاش هم مربوط میشه به کسایی که دوست دارن بیشتر برن اکسپلور کنن تو سیاره های دیگه و اوتپوست بسازن، اونجا آدما رو بذارن، منابع براشون جمع کنن، و یه سری اسکیل هایی داره که به درد اون دسته از افراد میخوره که اونا رو معرفی میکنه. اولین اسکیلی که بهتون پیشنهاد میدم اسکیل جئولوژیه. جئولوژی کاری که میکنه اینه که با اون کاترتون وقتی دارید آیتم از زمین و اینا لوت میکنید و حالا جمع میکنید بر خودتون، شانس اینو میده که آقا آیتم های بیشتر بهتون بده. مثلا اگر اون سنگر رو میکنی یه دونه میداد ممکنه دوتا بده، مثلا سه تا بده، و هر رنگش
بستگی به نوع آیتم داره. اولی مورد آیتم های معمولی و کلا خیلی دم دستیه، دومی مثلا ریر اگزوتیک، هی اینا درجه بندیشون میره بالاتر، چون اگه کنار آیتم ها نکنید یه حالت لوزی رنگی، مثلا یه دونه لوزی آبی داره، دو تا نمیدونم سبز داره یا سه تا نارنجی داره، کلا اینطوریه، درجه بندیاشون رو میبره بالاتر و شانس اونا رو هم براتون بیشتر میکنه. مدیسینو حتما بهتون پیشنهاد میدم همون اول کاری آنلاک کنید، باعث میشه که آیتم های هیلینگ مثل مد پک و ترموپک و کلا اون چیزایی که اچ پی تون زیاد میبرن بالا، هم درصد بیشتری بهتون اچ پی بده، هم سریعتر یوز بده اونا رو. اولی خب 10%، دومی میشه 20، رنگ 3C و آخری هم 50% که خیلی اچ پی تون رو برمیگردونه. اگه یادتون باشه قبل از لند کردن توی هر سیاره یه امکانی بهمون میده که میتونیم اونجا رو اسکن کنیم. اسکن که میکنیم یه سری نما بهمون نشون میده که آقا چه ریسورس ها و منابعی تو اونجا هستش، و با آنلاک کردن این اسکین و لول اپ کردنش بهمون چیزای بیشتر نشون میده از اون سیاره و حالا زمینی که داره، مثلا روی سیاره، مثلا تو قارا رو نشون نمیده که آقا مثلا چه آیتمایی هست، یه ذره جزئیاتش بیشتر میشه. و همینطور لول اپ کنیم در مورد سفینه هایی که تو جو اونجا هم هستش هم بهمون اطلاعات میده که آقا ممکنه الان بری اینجا مثلا میبینی یه سفینه خیلی قویه، مثلا دوز دستش که بری میزنه پدرت در میاره، مثلا اونا رو هم حتی نشون میده، یه وقتایی نشون میده چیا توشون دارن و کلا برای دوزی و اینا هم خیلی خوبه. و آخری هم اوتپوس انجینیر که برای مخصوص کسایی که میخوان برن زیاد اوتپوس و اینا درست کنن، بهتون ماژولای مختلف میده که بتونید آیتم های بیشتری برای ساخت و ساز داشته باشید، ریسرچ های بیشتری توی ریسرچ لب انجام بدید که بتونید همون آیتم های بیشتری بگیرید برای اوتپوس ساختن. خلاصه اگه عشق اوتپوس ساختن دارید اینو برید، رنگ 4ش هم 50% منابع کمتر نیاز داره که مثلا هر چیزی که میخواید بسازید. اگه یه دونه مثلا یه وسیله میخواید بسازید که 10 تا از یه چیزی میخواد، 5 تا ازتون میگیره و خیلی صرفه جویی میکنه براتون. آخرین دستبندی هم دستبندی تکه که اگه نگاه کنید میبینید من 4 تاش همین اول کاری آنلاک دارم، 3 تاش به خاطر بک‌گراندیه که انتخاب کردم، یکیشم که خودم آنلاک کردم. اولین چیزی که همتون باید آنلاک کنید بوست پک ترنینگه. این چیه؟ آقا تو بازی دیدید دیگه یه جت پکی داریم میپریم، میتونیم رو هوا دوباره بزنیم، یه جامپ اضافه تر بزنیم. اینو که اسکیلش رو آنلاک کنید اون جامپ اضافه رو براتون میاره، یعنی تو قبل اون نمیتونید بزنید، اونو براتون میاره. رنگ 2ش باعث میشه که هر جامپی که با اون پکتون میزنید مصرف کمتری داشته باشه. یه نواری داریم که اون سوخت جت پکمونه، مثلا هر جامپ اگه نصفشو میبره الان کمتر استفاده میکنه. بعد از اینکه خب سوختشو مصرف کنیم این برمیگرده آروم آروم پر میشه. رنگ 3 باعث میشه سریعتر سوختش برگرده و پر شه، و رنگ 4ش باعث میشه همه این قبلیو دو برابر بشه، خیلی خفنه. اسکیل بعدی که بعد آنلاک کنید سکیوریتیه که باعث میشه بتونید قفل‌های بیشتری و خفن‌تر رو باز کنید. توی بازی خب یه سطح قفل‌های متفاوتی داریم که نوشته، مثلا اسمشو نوشته ادوانس لاک، اکسپرت لاک، مستر لول لاک، اینا همه قفلای مثلا لول بالاترن که باید شما به سطحش رسیده باشی تا بتونید مثلا تلاش کنی با اون دیگ پیکا بازش کنی، و هرچی اینو میبریم بالاتر سطحش بیشتر میشه، خودش هم کمک بیشتر بهمون میکنه که راحت تر باز کنیم. و کلا به نظرم اسکیل خوبیه چون هرچی قفلا خفن‌تر باشه آیتم های خیلی خفن‌تری حالا تو اون خونه، تو اون اتاق، تو اون باکس هست که برای لوت زدن فوق‌العاده است. تارگتینگ کنترل سیستم هم پیشنهاد میدم بهتون آنلاک کنید. یکی از مهمترین چیزاش اینه که شما وقتی لاک میشه ایمتون با سفینه روی سفینه دشمن، میتونید یه دکمه ای بزنید و برید روی اون سفینه، یعنی اون رو نشون میده موقعی که دارید بهش تیر میزنید، میتونید انجین هواپیما و سفینهشون رو نشونه بگیرید بزنید و برید نزدیکشون، وارد سفینهشون شید، آدماشو بکشید، سفینه رو بدوزید. برای این کار فوق‌العاده است، برای دوزیدن سفینهشون، برای لوت کردنشون و اینکه کامل نتره کنید سفینهشون رو، این خیلی خوبه. رنگ‌های بالاترش حالا بهتون این چیزا رو میده که مثلا 15% سریع‌تر لاک میکنه رو انمی، دیگه یه نواری داره که طول میکشه انمی رو لاک کنه، 15% سریع‌تر میشه. رو کسی که لاک کنید اون تیراش به شما آروم‌تر میشه، یعنی سرعت و فایر ریتش میاد پایین‌تر، و کلاً رنگ‌های بالاترش خیلی خفن میشه برای کسایی که کلاً فکر میکنید به دردتون میخوره آقا با جنگای فضایی رو دوست دارید و دوست دارید همش برید همه رو بزنید، اینو حتما آنلاک کنید. اینم از این، اینم از اسکیل تری گیم. همه رو بهتون توضیح ندادم چون خیلی زیاده و اگه بخوام همه اینا رو توضیح بدم مثلا یه ویدیو دیگه یه جورایی بدون استفاده میشه چون به دردتون هم نمیخوره. سعی کردم مهم و خوباش اول کاری بهتون بگم که اونا رو آنلاک کنید. جلوتر که برید اسکیل پوینت‌ها اضافه تر که بگیرید میتونید برید یه مطالعه ریزی بکنید،
متن سختی هم نداره، یعنی توضیحاتش خیلی آسونه، حتی با گوگل ترنسلیت هم میتونید بفهمید چی میکنه و چه کاری انجام میده اگه مثلا فکر میکنید ممکنه زبانتون اونقدر خوب نباشه که متوجه بشید. ولی اول کاری یه سری از اسکیلا رو بهتون گفتم که حتما آنلاک کنین چون خیلی کمکتون میکنه. مثلا اول بازی من خودم یه سری چیزا رو واقعا مشکل داشتم با اسکیل باز کردن، کارم راه افتاد و راحت سر پلی دادم و بیشتر بهم کیف داد بازی، چون رو مختون میره، مثلا بکپکتون پر میشه اصلا نمیتونید راه برید، همش اکسیژنتون تمام میشه و صفحه بلر میشه، کلا دیوونتون میکنه. حتما مثلا یه سری اسکیلا رو باید باز کنید که راحت سر بتونید پلی بید. امیدوارم که ویدیو خوشتون اومده باشه، لایک کامنت ویدیو رو یادتون نره، اگه من ساب نری حتما ساب کنید و فعلا.